امروز به خصوص برنامه چهره ها طبق هر جمعه در خدمت دوست نازنینم و همکار خیلی خوبم خانم زهرا سروش. سلام، امیدوارم که خوب باشین. چقدر رنگ اثر میذاره، باور کنین هماهنگی نکنه. من جوری زرد پوشیدم اومدم، دیدم که پوری جونم این رنگ سبز رو پوشیده، خیلی خوشحال شدم. اتفاقا قبل از اینکه شما تشریف بیارین با یکی از دوستان خیلی عزیزمون که تو همین طبقه آفیس دارن، وقتی که منو دیدن گفتن که این رنگ سبز چقدر رنگ قشنگیه. گفتم رنگ سبز بیس تمام زیبایی هست. مثلا شما فکر شما کنین هر گل زیبایی که شما در دنیا میدونین چیه و دوستش دارین، برگش باید سبز بشه که تا بتونه جلوه بکنه. الان دقیقا من مخصوصا چون خودم رنگ زرد خیلی دوست دارم، مخصوصا گل روز زرد، لاله زرد، اصلا هر گلی که زرد باشه خیلی میپسندم. اتفاقا سروش چون درست تو آشپزخونم، روبروی آشپزخونم تو حیاتمون سالیان ساله یک دونه بوته گل روز زرد دارم. و من از بس رنگ زرد دوست دارم، حتی روزای خونم هم سعی کرده بودم که رنگ زرد انتخاب بکنم. باورتون نمیشه این گل به خصوص که روبروی آشپزخونم هست حالتو خوب، زمستون و تابستون گل روز زرد میده بیرون، عشق میگیره، عشق واقعا عشق میگیرم و میبینم چقدر زیباست، چقدر زیباست، خیلی خوبه. بله دیگه، اینو هممون میدونیم که حافظه رو قوی میکنه. میگن اگر میخواین مثلا مطالعه کنین، اتاق مطالعهتون اگه زرد باشه بهتره، جلد کتاباتون و زرد تابلو هم همینجوریه، وقتی داری رد میشی تابلوی زرد اینجا میبینی یادت میمونه. دقیقاً خیلی رو حافظه اثر میذاره. و خب سبزم که طبیعت و رنگ ها همشون قشنگن، واقعا خیلی قشنگن. حالا برای همینه که میگن اصلا رنگ تیره زیاد نپوشین، ولی خب هممون هم عادت داریم رنگ تیره رو دوست داریم و میپوشیم. خب خبرو چیه؟ وای خبرو که صبح بیدار میشم بعد با خودم میگم نه خبر نبین، بعد میگم نه فقط تیترشو بخون، فقط ببین و برو. بعد اینقدر بد بود. چی بود؟ که ببین سفارت آذربایجان بهش حمله شده تو ایران، یه نفر کشته شده. حالا میگن خود آذربایجان گفته که اون نفره با سپاه پاسداران و نمیدونم چی در ارتباط بوده، ولی مصاحبه کردن میگه که من دنبال زنم بودم، رفتم زنم رو پیدا کنم، چرا آدمه رو کشته؟ پس خلاصه خیلی خب این شخصی که کشته شده متعلق به کجاست؟ آذربایجانی بوده. آره بیچاره اصلا. ولی خب ترکیه هم، آذربایجان هم ببخشید، تمام سفرهای اصلا دفترشو بست اونجا. این خبر یه بیمارستان آتیش گرفت دوباره تو ایران، کشته داد و زخمی داد و اینا، خلاصه خبر خوب نیست. میدونی خبر خوب نیست، ولی خوبم زیاد داریم، خبر خوبم زیاد داریم. اتفاقا خبر خوب امروز اینه که ما با دکتر فوجان زینی امروز خواهیم بود تو برنامه میاریمش رو، سوال پیششو میکنیم که چرا حالمون اینطوریه، چرا این بساطو داریم. قبل از اینکه بیام من یه برنامه روی زوم با ایشون داشتم که صحبت از این بودش که از مغالطه و مغالطه کردن آدم ها داشتیم صحبت میکردیم، از اوضاع احوالی که الان وجود داره توی دنیا. مثلا آمریکا میاد به چین میگه که چرا آدماتو میکشی، چرا این همه نیروهای خودتو داری از بین میبری. بعد یکی از حالا بزرگان چین گفته بود که او احساس خفگی دارم میکنم. یعنی چه؟ یعنی شما چند سال پیش خودتون جورج فلوید مثلا کشتینش، اون سیاه‌پوستی که کشتن خفه شده از بینش بردن. اینو بهش میگن مغلطه تو کار سیاست. یعنی میای یه موضوع رو بیان میکنی، بعد میان زیرش یا نم کامنت میدن، یا مخالفین و موافقین میان یه چیزای گندهی رو کنارش میذارن حواستو ببرن. دقیقا مثلا میگن که شاهزاده رضا پهلوی، حالا بگین شاهزاده یا نگین، این شخصیت شخصیتیه که قابل قبوله در این موقعیت برای گذار و گذر کردن از این موقعیت سختی که یه جا آتیش گرفته، میخوان اونا آدم ها رو نجات بدن از آتیش. حالا بعد ببینین بقیهش رو حرف بزنین. بعد میان مغلطه میکنن،
دیدین اون زمان پدرش چیکار کرد، دیدین هفت جدش چیکار کرد، دیدین فلان شد. یعنی حواسا رو با توجه به این همه گرفتاری که این 43 سال این رژیم خونخوار و دشخیم سر بلا سر مردم آوردن، باز اینا هنوز دنبال چرا چراها میگردن؟ آره ببین، مغلطه کردن عضوی از وجود آدم ها شده الان، به خصوص بعضی از آدم ها. مثلا کامنت ها رو که میخونی، بعضی وقتا من اصلا دوست ندارم کامنت ها رو ببینم، ولی بخوام ببینم چی میگن این آدم ها. مثلا میبینم میگه که یه نفر اومده گفته مواظب حیوانات باشین، به حیوانات آزار ندین، به سگو اذیت نکنین، نکشینشون. اومده این حرف رو مطرح کرده. خب حالا به جای اینکه تاییدش کنن و بگن باشه از این به بعد هوا، یا هیچی نگن، میان زیرش می‌نویسن حالا این همه آدم دارن کشته میشن، حالا شما رفتی سر حیوانات. یعنی حواس رو از این مسئله‌ای که مطرح میشه میبرن روی یک قضیه دیگه. مثلا بگو اوکراین داره این همه کشته میده، خب مگه فلان کشور نمیده؟ که اینا رو بهش میگن مغلطه کردن توی سیاست. و متاسفانه الان همین مغلطه کردن و حواسا رو پرت کردن باعث شده که اصل مطلب و متاسفانه خود اپوزیسیونه، حالا داخل و خارج، اونایی که جدید اومدن و اونایی که از قبل هم بودن، این مغلطه کردن توی وجودشون رفته. چرا این شخص، چرا اون شخص، نهی به هم گیر میدن اینا. البته یه خبر خوش این که من یه کتابی میخوندم پوری جون راجب این که تفاوت ما آدما که داریم پیشرفت میکنیم، مثلا به فضا میریم، چرا یه شامپانزه نمیره به فضا، چرا یه مو مثلا یه پرتغال نمیره. ما از نظر دی ان ای زیاد فاصله نداریم با حتی موجودات و میوه ها و حیوانات، یه درصد کمی، ولی تنها چیزی که باعث موفقیت ما شده که همین حرف زدنمونه، که هی باید حرف بزنیم، اطلاعات به هم بدیم، در ارتباط باشیم، اطلاعات خوب، درست، اطلاعات، آره. ولی حالا یه شلوغی شده، خوب و بد داره میاد رو، ولی خوبه بازم. همین که داره راجع به موضوع حرف زده میشه اشکال نداره، خوبه، ولی یه کمی انشالله که سرعت بدیم همونجور که شما میگیم به خوبیامون. و یکی این که ما چرا به فضا میریم و حیوانات نمیرن، این که ما یه دفعه میلیون هامون میتونیم با هم کمک کنیم به هم، یعنی همکاری و همیاری انسان ها هم نوع. آره، ولی حیوانات تا یه حدی، مثلا شامپانزه ها تا 10-15 نفر فکر کنم کمتر میتونن با هم همکاری کنن، ولی بیشتر نمیتونن. ولی آدم ها تا میلیون و میلیارد میتونن با هم کمک کنن و عقلشون رو به همین دلیل بشریت به وجود اومده دیگه. آره به همین دلیل، ولی به شرطی که این دوستانه همیشه مخالف باور کن من اسمون رو گوشم، همیشه مخالفه. آره یعنی ببینین، حتی الان چون شما فرمودین راجع به شاهزاده رضا پهلوی گفتین، حتی اگر ایشون هم نخوام برن کسی دیگر رو کاندید بکنم، بازم با اونم مخالفه. میدونی اینا هم آدم های همیشه مخالفه و تعدادشون هم کمه، فکر نکنید تعداد خیلی زیادی هستن. اینا رو باید نادیده گرفت، اینا رو باید ایگنورشون کرد، برای اینکه ما صدمه رو از این تیپ آدم ها خوردیم. درست. این آدم های مخالف ما رو به اینجا انداختن و الان نفرین و آه جوون های ما برای 57 ها به همین دلیله. ولی بازم اینا ولکن نیست، نه بازم، ولی مهم نیست. همین که حرف زده میشه، مخالف و موافق و همه، بالاخره زمان میبره، ولی یک بود مثبت هم داره. سروش این یه مطلب من خیلی دارم میخواست بگم و اون اینه که البته شما یه اشاره کوچیکم قبل از اینکه بیایم سر برنامه با هم داشتیم راجع به یک مطلب روانشناسی و اون این بود که من نمیدونم چرا آدما همش میخوان این و اون رو اصلاح کنن، برای این و اون ختمش تعیین بکنن. من نفهمم چرا خودشون رو درست نمی کنن، برن یه دهه 80 ببینن میتونن درست واقعا کنن. چرا یه ختمش برای خودشون درست نمی کنن که حداقل بتونن یک آرامش نسبی در اون اجتماعی که دارن زندگی میکنن به وجود بیارن. دقیقا. اگه اجازه بدیم بریم اتاق فرمان ببینیم مریم عزیزمون یه دونه زنگ تفریح کوچولو بهمون بده که با خانم دکتر فوجان زینی برگردیم و صحبت ها و درد دلامون رو ادامه بدیم. فکر کنم امروز روز خوبی باشه برامون، چون غذای روح میگیریم، ذهنمون رو پرورش میدیم و با هم هستیم و درد دل میکنیم.
بریم و برمیگردیم با خانم دکتر فوجان زین. قبول باش. داریم؟ حتما. خب در حال گفتگو با خانم دکتر فوجان زینی عزیز هستیم، درد دل میکنیم و میگیم دلمون براتون تنگ شده. دقیقا، خیلی خوشحالم از اینکه صداشون رو میشنوم و فرصتی رو به ما دادن که چند دقیقه در خدمتشون باشیم. واقعا سلام دوباره. سلام به شما دو عزیز و تمام کسانی که با ما هستن. بله دلم تنگ شده برای همه تون و خوشحالم که فرصتیه که در کنار هم باشیم. شما که خانم دکتر هر جا هستین فعالیت‌های پر از معنا و عمیق و متفاوت و همیشگیتون رو دارین. خیلی خوشحالیم که این بار با خبرهای خوش همراهیتون هستیم. در مورد اپتون میخوایم اول بپرسیم، اپی که الان میبینم که خیلی ها دارن حرفشو میزنن، موضوعش چیه؟ و بعد از اون بریم سراغ سوالات پوری عزیزمون، پوری جون و خود من در مورد اوضاع احوال این دور و زمونه که هممون رو داره اذیت میکنه. بله خبر خوش اینه که خب من یه متدی به وجود آوردم به اسم Awareness Integration که یک متد روانشناسی هست که الان توی دانشگاه ایالتی امریکا لانگ بیچ دارم اون رو تدریس میکنم و با روانشناسان و مربیان زندگی همون رو تدریس میکنم و اونها دارن یاد میگیرن. تحقیقات خیلی زیادی کردیم که نشون داده این متد افسردگی و تشویش و اضطراب رو پایین میاره، اعتماد به نفس، حرمت نفس رو بالا میبره و حتی با دوست عزیزمون که خود شما میشناسین دکتر آیلین مانوکیان حتی این متد رو دارن
روی کودکان از زمانی که بعد تولد تا 6 سال دارن شروع کردن تمرین کردن و میبینن چقدر اونها حتی IQشون بالاتر رفته و راحت‌تر دارن مدرسه میرن و وقتی وارد مدرسه اصلی اولین کلاس میشن خیلی خیلی بیشتر تونستن که یاد بگیرن. و خلاصه این رو چون تو بعضی از تحقیقاتی که انجام داده بودیم در حقیقت این رو به عنوان یک کاری که خود شخص فقط داره انجام میده مثل سلف هلپ و فقط نباید یک روان درمانگر یا مربی در کنارش باشه و حتی در اون مدل هم نتایج بسیار عالی داده بود، تصمیم گرفتیم که اون رو اپ بکنیم. بنچه اپ اسمش هست فوژان، حالا نه فقط فوژان به خاطر من بلکه به خاطر که فوژان یعنی صدای رسا و دوستان میگفتن که صدای قوی درون ما هاست که در حقیقت میتونه به وسیله این اپ بیاد بیرون و خودمون اون صداها رو بشناسیم و قوی بکنیم و بتونیم که هر روز خودمون رو بهتر و بهتر بکنیم. اپش هست برای اپل و گوگل، برای کسانی که تو اندروید دارن هر دوش آماده است، برای عزیزان که میتونن هر جایی که اپ استور یا گوگل استور که هستن میتونن اون رو دریافت بکنن و پروسه این راه رو دونه 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 براشون میره و میتونن که به خودشون کمک کنن. غیر از اون اگر احتیاج داشته باشن که یه مقدار عمیق تر روی قسمت‌های مختلف زندگی کار بکنن، روانشناسان و مربیان زندگی هستن قسمت‌های مختلف دنیا که میتونن با اونها در تماس باشن که مقدار هم عمیق تر کار کنن. خب دکتر این اپ ها خب روی تلفنشون میذارن، چه موقع هایی باید برن سراغش؟ به چه صورت باید عضو بشن؟ مثلا یه دفعه نصف شب میشه یکی با شوهرش دعواش میشه احتیاج داره که بره سراغ فوژان اپ اپ فوژان چه کار میتونه بکنه؟ یا برای بچه هاشون مسئله دارن؟ به هر حال مسائل زیاد شوخی میکنن، ولی مسائل استرس همونجوری که خودتون فرمودید، استراب، افسر، هر چیزایی که به ما آدما وصله، وقتی حالمون بد میشه چطوری بریم سراغ این و چطور میتونن آبونماشو به چه صورتی باید پرداخت؟ آبونماش رو میتونن ماهیانه داشته باشن و یا میتونن سالیانه داشته باشن. مشخصا اگر که سالیانه خرید بکنن 2 ماهش مجانی خواهد بود براشون. و کاری که میکنه این اپ اینه که این مثل کرایسیس نیست که لحظه که من ناراحتم بپرم سراغش، ولی بیشتر کاریه که شما دارید شروع میکنید آگاه شدن به خودتون در قسمت‌های مختلف، رابطه عاطفی، رابطتون با وجود خودتون، با بدنتون، با یارتون، با کار، با پول، با خانواده، مادر، پدر، مادر شوهر، مادر زن، خواهر شوهر، قسمت های مختلف زندگی رو کلا نگاه میکنن. هر ماه 3 تا قسمت زندگی میاد براشون که میتونن رو اون شروع کنن نگاه کردن. و کل این سیستم 6 تا مرحله مختلفه که 3 تا مرحله اول ارتباطات بین فکر و احساس و رفتار و تأثیرات و اینها رو پیدا میکنه توی رابطهشون و بعد قسمت 4 فاز 4 اونها رو میبره آگاهشون میکنه راجع به خاطراتشون، مسائلی که گذشته اتفاق افتاده اونها رو تمیز میکنه، کمکشون میکنه اونها تمیز میشه و بعد در اون جایگاهی که هستن فاز بعدی اونها رو میبره به این که هدف گذاری بکنن، چجوری تو اون رابطه میخوان باشن. و بعد ویدیوهایی هست از طرف متخصصین که بعد جاهایی که متوجه میشن من ممکنه که این مهارت رو نداشته باشم و حالا متوجه شدم که با پروسه‌ای که رفتم این مهارت رو ندارم، پس حالا میتونم برم مهارتم رو از مثلا این ویدیوها یاد بگیرم، یا اینی که یک کسی رو پیدا کنم که عمیق‌تر با هم کار کنه، یا اینی که نمی نگاه میکنم و آگاه میشم به جایگاهی هستم و این کمک میکنه که منو جلو ببره، هدف گذاری بکنم و با این آگاهی رفتارهای خودم رو بتونم تغییر بدم، دیدگاه‌های خودم رو تغییر بدم که برای من بیشتر بره توی فضای روابط سالم در قسمت‌های مختلف زندگی.
خانم دکتر ممنونم از اطلاعاتی که دادین. حالا در برنامه بعدی هم باز بیشتر من خیلی سوال دارم راجع به این اپ و کنجکاو هستم، میدونم عزیزانم همینطور. ولی قبل از اینکه بیایم تو برنامه داشتم با پوری جونمون صحبت میکردم و این خشم و عصبانیت و ناراحتی تو وجود همه ما البته هست، دقیقا. از دست مسائلی که حالا توی ایران اتفاق میفته، اپوزیسیون این طرف هستن، میخوایم که یه سری صحبت هایی برای ما داشته باشین، چه کار بکنیم که تو این اوضاع احوال با حال خوبتر بتونیم بپردازیم به کاری که از دستمون برمیاد. دقیقا، سوال خوبیه. ببینیم الان یکی از مواردی که به وجود میاد اینه که هر روز صبح ما فوری میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و اخباری که هست رو میشنویم و مشخصا قلبمون درد میگیره، خشممون میگیره، آدم ها با همدیگه دارن دعوا میکنن، ما میفتیم توی اون جنگ و دعوایی که این بقیه دارن انجام میدن. بعضی موقع اصلا رفتی به ما نداره، ولی چون بقیه دارن دعوا میکنن ما وسطش میفتیم. بعد دیدین مثلا یه جایی هست همه دعوا میکنن، شما وسط میری یه مشت ملکی میخوره تو صورتتون. این جریان سر سوشال میدیا این اتفاق میفته. کافیه یک دونه مثلا شما هم این وسط یه کامنت بدین، ببینید ده نفر دیگه با شما دارن داد و بیرا میگن و نمیدونم این از کجا دارین میخورین فقط به خاطر اینکه رفتین وسط. هم خشم زیاده، هم اینی که هر جایی که این احساسات خیلی بالاست مشخصا وسط بودن و مهم بودن مثلا هم داره نشون میده، یعنی برای اشخاصی که اونجا هستن براشون مهمه، برای کسایی که تو ایران هستن مشخصا مهمه، چون زارن میزن کسایی که خارج از ایران هستن برشد مملکتشونه، فامیلاشونه، خاکشونه و دلشون میخواد که حالا چه فرقی نمیکنه که برگردن، تصمیم بگیرن برگردن به اون مملکت، به اونجا زندگی کنن یا نکنن. به هر صورت امیدشون همیشه اینه که برای اون خاک همیشه یه فضایی داشته باشه، ملتشون آزاد باشه. بنجا همه با هم این امید رو دارن نگه میدارن. توی امید نگه داشتن، امید معمولا به این حالت داره میاد که من یک آینده مثبتی رو برای خودم نگه میدارم، حتی اگر الان شواهدش اونقدر به من این رو نشون نده، ولی من آینده مثبت رو در یک جایی برای خودم نگه میدارم. بعد میتونم دنبال نگاهم رو بذارم دنبال خبرهایی که حتی اون رو هم داره نشون میده. مثلا یه گروه میان میگن چرا همه بیرون نیمدن توی ایران، در حالی که قسمتهایی رو میبینین که هنوز هر روز دارن میان بیرون، کارهایی رو دارن انجام میدن. بعضی ها ممکنه بیرون نمیان ولی از سیستم های دیگه دارن استفاده میکنن که خودشون رو قوی بکنن، صداشون رو برسونن. مثلا الان میبینیم این همه هنرمند با هم هر کدوم از سوهای مختلف که در حتی ایران هستن چجوری دارن تغییر پیدا میکنن، چقدر گفتارها داره تغییر پیدا میکنه توی خود ایران. و اینها همه قسمت های مثبت. جای دیگه هست که خب به خاطر اینکه 43 سال صبر کردن آدم ها میخوان خب فردا بسته دیگه، مثل این بچه های که نشستیم پشت ماشین میگیم آر وی دیر، رسیدیم رسیدیم رسیدیم. الان اون حالت هم پیدا شده که آدم ها انقدر 43 سال صبر کردن، انتظارشون اینه که خب بسته دیگه، فردا اتفاق بیفته تموم شه. چرا انجام نمیشه؟ چرا جلو نمیره؟ چرا؟ و این چراها داره میاد. خب به سری منطقی فکر کردن به شرایط، انقلاب ها کلا طول کشیده، انقلاب های مردمی، من به مسئله جنگ کار ندارم ولی انقلاب های مردمی همش طول کشیده تا به اونجا برسه و گهگداری آدم ها حتی ماراتون هم که انجام میدن خسته میشن، میشینن یه ذره قوا میگیرن، دوباره استراتژایز میکنن، دوباره بلند میشن. خاطر همین یک جایی هستش که ماها داریم با کسانی که خارج از ایران هستیم داریم صدای اون اشخاصی که ایران هستن یا برای اونها امید میذاریم. ولی خب شده که من با کسانی که از ایران اومدن دارن صحبت میکنم میگن من دلم نمیاد که من دیدم مثلا خانوادم کسی بودن گفتن بچه هاشون کشته شدن، چشم از دست داده رفتن بهش تجاوز کردن، من دلم نمیاد به بقیه بلنشان بگم ست فشارشون بدم بلنشین برین بیرون، چون من احساس گناه میکنم وقتی اینا اذیت میشن. یعنی ببینید دیدگاه های مختلف رو باید نگاه کنیم. یه جایی بیرون نشستیم میگیم لنگش کن، اون هم باید نگاه بشه که خب آدم ها دارن میمیره، آدم ها دارن زشن میشه، هر کسی داره بلند میشه باید حاضر باشه که این بلند شدن رو داشته باشه و تقاصش رو پس بده. این مال خود ایران. حالا یه قسمتی هم دیگه کسانی هم که خارج از ایران هستن که از شما بشنویم بعد دوباره حالا اون قسمت هم صحبت. حتما حتما. خب قبل از اینکه شما
حضور داشته باشین در برنامه. داشتم با پوریجون همین صحبت رو میکردم که منم خودم قبل از اینکه با شما صحبت کنم و قبل از اینکه مطالعه بکنم راجع به این موضوع، ناراحت و نگران بودم از حرف ها و چیزایی که رد و بدل میشه بین اپوزیسیون و مسائلی که ایرانه، ولی بعد دیدم بعد از صحبت های شما و برنامه‌ای که روی زوم داشتیم به این نتیجه رسیدم که خوبه، یعنی خوبه که این حرفا داره زده میشه، حالا چه منفی چه مثبت چه خونسا، این ارتباطات به هر حال بهتر از اینه که بی تفاوتی باشه و هیچ عملی انجام نشه، و این راهی که شروع شده خوشبختانه راه به طرف نور هست و غیر قابل برگشته، یعنی حداقل امیدمون اینه، درسته؟ به نظر منم غیر قابل برگشته، یعنی نسل جدیدی که داره بلند میشه همون نسل ماهایی نیست که حالا رفته یه سال یه بار انتخاب کرد. اتفاقا جالبه کسانی که در سنین ما هستن انقلاب قدیمی دیدن خیلی بیشتر حالت منفی دارن تا نسل جدیدی که تو این گروه بزرگ شده و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به اونها این شانس رو داده که خارج از ایران رو لحظه به لحظه باهاش باشن و ببینن که بقیه نوجوانان، بقیه جوانان، بقیه مملکت هایی که سلامت دارن توشون و میتونن و چجوری میتونن با مخصوصا ممالکی که پول دارن، هزینه دارن، سرمایه دارن، چجوری دارن زندگی میکنن، و اونها هم دارن برای خودشون میستن که ما هم باید اونجا باشیم، ما هم میتونیم اونجا باشیم، هیچ دلیلی نداره که ما اونجا نباشیم. و بعد گروهی رو که میبینن جلودارشونه که به اونجا برسن رو خب قاعدتا دیگه قبول نخواهد کرد، حالا مدل‌های مختلف اون نارضایتی رو نشون خواهد داد. مسئله حجابی مسئله خیلی سطحی کل این ماجراست، درسته از اینجا داره شروع میشه که از معمولی ترین درخواست‌هاشون هست، ولی زیربنای اون و خواستارها خیلی خیلی قوی تره و اونها نمیشینن. حالا ممکنه فرم هی عوض بکنه ولی امکان نداره که میدونین قوانین 1200 سال 1400 سال پیش رو هنوز حاضر باشن که بپذیرن و جلو برن. بعدم گروه تحصیل کرده، یعنی این نسل اومده حسابی تحصیل کرده ولی اون انرژی مثبت و کار مثبتی رو که دلش میخواد با تحصیلاتش بکنه رو هیچ جا نمیتونه کار بندازه و از این بلند میشه. حالا غیر از مسائل سادی، بله مسئله زیاده، ولی اینا خودش امید بخشه، باعث خوشحالیه و به نظر هر انسان آزاده‌ای هم فکر میکنم آخرین هزینه‌ای که یک خانواده و یا یک شخص باید بده جون و سلامتیشه و این سلامتی و جون انسان‌ها خیلی مهمه. حالا یک کمی طول بکشه ولی این مسیر که همونجور که شما فهمیدین غیر قابل برگشته، یه زمانی طول بکشه، کار خوب انجام بشه بهتر از اینه که بهای زیادی رو مردم و خانواده ها متقبل بشن که حتی همونطوری که خودتون هم در یکی از برنامه‌ها فهمیدین تا نسل‌های شاید 6 نسل آینده بشر هم این ضربه ها رو داره با خودش هم خواهد کرد. 100% شک نکنید در اونش. خانم دکتر من یه سوالی از شما دارم و اونه که به خصوص در شرایط فعلی خب خیلی از افراد هستن که چند افکارن، یعنی یه روز به این فکر هستن و تصوراتشون رو به یک شکل دیگه ای عنوان میکنن، فردا باز به یک شکل دیگه ای هستن. با اینا چجوری باید کنار اومد؟ کتکشون بزن کتک. پس ببینیم این صحبت رو من از دو دیدگاه نگاه میکنم. یک زمانی هستش که به هر صورت ما رشد میکنیم و تو یادگیری هامون حقی رو داریم که تصمیماتمون رو عوض کنیم چون داریم رشد میکنیم. خیلی از اشخاصی بودن که به هر صورت جزء گروه های به خصوصی بودن، رفتن از بیرون به نظر می اومده واو چقدر این گروه عالیه، یواش یواش رفتن توی اون گروه و دیدن که نه از چیزی که درونش میبینن زیاد برشون جالب نیست، خودشون رو عقب کشیدن و ایده هاشون متفاوت شده. به نتیجه تغییر و تا زمانی که در فضای رشد هست هیچ اشکالی نداره و میتونیم که اون رو در بر بگیریم.
و ببینیم که یک انسانیه که تعمق میکنه، نگاه میکنه، تجربیاتش رو به جای سالم داره میبره و چه خوب که ما اشخاصی داشته باشیم که بتونن این رشد رو بکنن. یک تغییر دیگه ممکنه که حالت اینه که الان فعلا این گفتار به نفع منه، چون اون یکی مثلا به نفع من نیست، در نتیجه تغییر اساسی به وجود نیومده، فقط نگاه بر اینه که خب الان باد به کدوم بر میگذره و من حالا چطوری به عنوان فقط سود خودم دنبال این باید برم جلو. اون حال من فکر میکنم اگر شما اشخاص رو توی طولانی مدت نگاه بکنین، خودشو مشخص میکنه که آیا واقعا این شخص بر رفتارهایی که داره میکنه، کارهایی که داره میکنه در جایگاه طولانی و جاهای مختلفی که گفتگو داره، آیا رفتارش با کلامش یکسانه و اینو خودشو اون طرف نشون داده. اونها بیشتر مشخص میشه که آیا یک نفر فقط برای سودجویی لحظه‌ای داره عقیدهشو عوض میکنه، یا اینی که صادقانه از یادگیری مسائل داره عوض میکنه. خیلی از موارد بوده، یعنی حتی مثلا شما آمریکا هم که اون زمانی بودش که دموکرات ها و ریپابلیکن ها بابته هنوز هم هست، ولی یه زمانی خیلی بیشتر دو سوه بودن، یکی از خب زیبایی های مسئله میتونست باشه که بشینن با هم حرف بزنن، از دنیای همدیگه یاد بگیرن و از اون حالت داگماتیکی که یه قرار ایستاده بودن خودشون رو باز بکنن و اتفاقا به خاطر یادگیری از همدیگه عقاید رو تغییر بدن. ما این موارد رو داریم که عقاید تغییر پیدا میکنه، زره مثلا دار زدن، درسته بلد. که یه جاهایی ممالکی هستش که حتی ملت براش رأی میدن که باید یک شخص در زندان نگهداری نشه به خاطر اینکه من پول مملکت داره میره بالاشون. یه گروهی هستن که میگن نه، به هیچ عنوان نباید این کارو کرد، 100 سال هم توی زندان باشه، باید این همه خرجش بشه و بمونه اونجا برای ریهب بشه. بعد میبینیم این گروه که میذاریم با هم دیگه به ابعاد مختلف مسئله رو نگاه میکنن، همه دارن رشد میکنن، همه یاد میگیرن و گیر نمیکنن توی بودی. کاش که اینطوری بشیم، یعنی کاش که به جایی که با هم دیگه دعوا کنیم، فوش‌فوشگاری بکنیم، اتفاقا ببینیم از یک مسئله ابعاد مختلفش رو ببینیم که بتونیم بیشتر گسترش بدیم افکارمون رو. دو همینه که ببینیم اگر قراره من با یه گروهی زندگی بکنم زیر یک سقف، حالا زیر یک سقف میشه یه مملکت، یک دنیا، من باید با اینها زندگی بکنم، خب بالاخره نمیتونم سر خودم هم بذارم زیر برف مثل کپ که بگم نه 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 فقط همه مثل من فکر میکنن، چون با 4 تا دوستم همش ماها یه حرف رو میزنیم. بعد تصور من اینه که پس دنیام این شکلیه، وقتی گوشم رو چشم باز میکنم میبینم نه، دنیا این شکلی نیست و باید بدونم که اونها هم هستن و ما باید با هم دیگه بتونیم زندگی کنیم، با هم زندگی کردن باید حرف هم دیگه رو بشنویم و بدونیم نیازهای مختلف چیه، که اگه قرار قوانینی گذاشته بشه همه این آدم ها راضی باشن. همین هم شما تو خانواده دارین، یا خانواده هست که 5 تا بچه داره، نیم قد و نیم قد، هر کی یه چیزی احتیاج داره، خب با هم دیگه دعواشون میشه دیگه، درسته؟ این چرا برای اینو خریدی، چرا به من اونو ندادی، چرا این داره الان این کار میکنه، وای الان توپ به من برداشت، خب این داره اتفاق میفته دیگه. پس مادر پدر چیکار میکنن؟ قاعدتا در خانواده سالم قراره که همه حرفای همدیگه رو بشنون، نیازهای همدیگه رو متوجه بشن، قوانینی به وجود بیارن که برای همه 5 تا بچه کار کنه. حالا همین هم شما گسترشش بدین به شهر و مملکت. خانم دکتر، تجربه‌ای که همه ما داریم ایرانیا در فرهنگ ما، شما چون اینجا مدرسه رفتین، یه تفاوتی هست بین کسایی که اینجا مدرسه میرن و فرهنگ اینجا با ایران. ایران در مدرسه ها این دیبیت کردن و گفتگو رو به بچه‌ها یاد نمیدن، همیشه یا اگه در خانواده یا حرف پدر مادره، اونا فقط باید انجام بدن، اگه در مدرسه هست حرف مدیر و معلم، اونا فقط باید انجام بدن. بنابراین الان سوشیال میدیا یه دنیایی رو به وجود آورده که ما ایرانی ها یاد بگیریم که گفتگو کنیم، با هم حرف بزنیم، ولی متاسفانه از فحش شروع شده، از حرفای بد شروع شده. حالا اینا رو باید اینقدر بگیم تا خسته بشیم که دیگه بدونیم با هم دیگه راحت گفتگو کنیم و مسائل حلش بکنیم، ولی شروع بدی نیست به نظر من بعد از اون همه فرهنگی که همه ما اذیت شدیم توش و یاد نگرفتیم صحبت کنیم.
خب یکی از موارد احترامه که آدم تا فضایی احساس میکنه که میتونه حرفش رو بزنه، که شنیده بشه، گفته بشه و احترام گذاشته بشه. حالا بعضی ها میگن بعضی از حرفا و اشخاص و ایده ها احترام نداره. صحبت من اینه که شما احتیاج نیست که ایده رو قبول بکنید، ولی چون صرفا فقط فوشخوار مادر بهش میدید از بین نمیره، درسته؟ در نتیجه شنیدنش و بعد با اون گروه مذاکره کردن تا به یک جای دیگه ای برسیم جزء کاری که باید انجام بدیم. حالا یه نفر فکر میکنه چون من دارم فقط فوش خوار مادر به تو میدم و بعد روم اونور میکنم پس تو دیگه وجود نداری. تو ممکنه تو دنیای من وجود نداشته باشی، ولی تو دنیا وجود داری و چون تو دنیا وجود داری به هر صورت یک سری قوانینی که به وجود میاد رو تو هم میری براش رأی میدی یا تو هم بیزنسی درست میکنی که اون فضا رو داشته باشه. پس اینی که من فقط روم اومر بکنم بگم وجود نداره کارایی نداره، یا فوشت بدم و تو تصویر فکر خودم اینه که خب خیال خودم راحت شد که خیال خودم راحت کردم. آره ولی کاری نکردی با این فوش دادن، فقط میدونی فضایی رو به وجود آوردی که آدم ها نمیتونن حرف بزنن تا تازه بتونن به یه نگوشیشنی برسن. این جریانه که به نظر من این مدل برخورد با هم دیگه کارایی نداره. یعنی میتونم بگم من این قسمت گفتار شما رو قبول ندارم، این قسمتش رو قبول دارم، یا اصلا هیچ کدوم از اون قسمت‌ها رو قبول ندارم، ولی حالا اجازه بده من به تو بگم چه چیزیه. حالا بذار با هم دیگه نگاه کنیم که چه چیزایی هست میتونه به هر سر چون انسان هستیم یه سری سیمیلاریتی ها بتونیم توش پیدا بکنیم، هم هم میتونن اون حالتی رو داشته باشن. یادم حرف زیاد میزنم دموکراسی دموکراسی، خب دموکراسی زحمت داره، زحمتش رو حاضر نیستن بکشن. یعنی ماها عادت به دیکتاتوری داریم، در مغز دیکتاتوری انجام میدیم، رفتارمون این دیکتاتوری انجام میدیم، بعد انتظار اینه که با مدل دیکتاتوری من دموکراسی به وجود بیاد. خب متاسفانه اونجوری نخواهد شد. در تمرین، اولین تمرین دموکراسی شنیدن عقاید همدیگه است، در کنار عقاید همدیگه بودن. ممنونیم ازتون، یاد گرفتیم طبق معمول از صحبت‌های قشنگتون. ممنون از فرصتی که برامون گذاشتید. اگه صحبتی دارید پوری جان، خیلی ممنونم خانم دکتر. تا برنامه مرسی از شما، خیلی خوشحال شدم دوباره صدای زیباتون شنیدم. مرسی، ممنونم، وقت خوبی داشته باشید. خدا بله. خب چقدر حرفای قشنگی رو زدن، چقدر منطقی، چقدر در دنیایی که روش تجربه شده و به هر حال دنیای روانشناسی من الان حدود شاید 18 سال 17 سال بیشتر هست که با خانم دکتر هستم و برنامه‌های مختلفی رو باهاشون تجربه دارم. خیلی خوشحالم از این دوستی، خوشحالم که افرادی هستن مثل خانم دکتر فوجان زینی عزیز که حرف و کلام و عمل و زندگیشون با هم دیگه مثل همه و خیلی کمک کننده است. چیکار کنیم؟ بریم به سراغ این، چون در مورد دموکراسی که ایشون صحبت کردن، بریم به سراغ خانم شهناز تهرانی. بله، هنرمندی که در ایران واقعا جزو یکی از هنرمندای سریال های تلویزیونی بودن و چندین فیلم بازی کردن و در کار هنری برای خودشون یه اعتبار بسیار شاخصی داشتن. و بعد خب بالاخره آمدن به غربت، هر کسی راهی رو پیدا میکنه، ایشون هم یه راه هنری دیگه برای خودشون پیدا کردن، ولی که مثل این که به خاطر تأیید که وکالت داده بودن به شاهزاده رضا پهلوی، مثل که درد سرهای زیادی برش شده. همین حرفایی که داریم میزنیم دیگه، مثلا بله. طرف به خودش خانم لیلی گلستان به خودشون اجازه داده بودن که به هر حال، البته ایشون هم اومدن گفتن من نبودم، ادمینم بود، من نبودم، دستم بود، به قول خود خانم شهناز تهرانی. و ولی حالا من احساسمو بگم، بعد بریم سراغ این فیلمو ببینیم که به کجا کشید این حرف زشتی که به ایشون زده شد. ولی نتیجه شد. من میخوام مسئله دموکراسی و روشن فکر بودن یک شخص رو دارم میخوام بگم. دقیقاً پوری جون، این حرف نابجا و بیجا و غیر منطقی و بد زده شد، ولی نتیجهش چی شد؟ منظور من اینه که میگن اگر کاری بخواد بشه و حقی به نتیجه برسه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین
این خانوم رو من یه برنامه تدم ازشون دیده بودم، اولو که میخواستم همجوری تد برنامه که من دوست دارم حالا تو ایرانم شروع شده بود، ایشون رو به عنوان یک آدم موفق آورده بودن اونجا که صحبت کنه. بعد بین صحبتاشون در مورد فروغ فرخزاد، در مورد این اسطوره‌ای که همه ما میدونیم که اصلا جایگاه خودش رو در شعر و ترانه ایران داره، من دیدم ایشون با خشم، با عصبانیت. یه اینترویو دیگه، مصاحبه دیگه هم از ایشون دیده بودم سالها پیش، در یه کافه کتاب بود، کتابخونه بود طبقه دوم، باشون مصاحبه شده بود. بعد من با خودم، بدون اینکه شناخت زیادی راجع به ایشون داشته باشم، گفتم چقدر خشم تو صحبتاشه، چقدر مسائل رو از قبرستان کودکیش و گذشته داره میاره رومیز و به این اون توهین میکنه مستقیم، ولی با آخه خطرناک آدمایی هن که میرن علم و ادبیات و همه رو یاد میگیرن، ولی این سلاح میشه براشون، این اسلحه میشه که به کار بگیرن، که با قلم بکوبونن به سر این. آهان، یعنی مثلا یه کسی تو کوچه داره میره یه فوشید میده، زیاد بر نمیخوره، ولی یک کسی میره راه ادبیات و شعر و موسیقی و یه سری بین سر و برای خودش در میاره، اون هم انتظاری ازش نیست، هم زشتره. یعنی مسئله یکی آدم حالش بیشتر بد میشه. خلاصه من این مصاحبه رو دیدم، به نتیجه رسیده بودم که ایشون یه آدم خشمگینی هستن، در مورد پدرشون خیلی خشمگینن، در مورد گذشتهشون، ارتباط پدر و مادرشون، و اینا چیزایی بوده که الان سرباز کرده متاسفانه. حتی تو این سن با داشتن فرزند نوی، آره دیگه، چون حل نشده. ببین نخواست حل بکنه، آره، کارهای نیمه کاره اصلا آدم رو همیشه اذیت میکنه. یه نتیجه میگیریم که همه کار رو، چپترها رو تمومش کنیم بذاریم کنار. خلاصه یه صحبتی شده، ولی نتیجهش این که الان مصاحبه داشتن خانم شهناز تهرانی با تمام رسانه ها، از جمله ایران اینترنشنال، من و تو و جاهای دیگه، در منزلشون که بودن هم خانم گوگوش باشون تماس گرفتن و هم شاهزاده رضا پهلوی، که اگه آماده باشه ما ببینیم. 100% دلم میخواد اینو ببینیم، که ببینیم این شخص چقدر درون صاف و تمیزی برای خودش داره، خودش که نخواست یک هنرمندی از رنجیده بشه به خاطر نظری که در سوشال میدیا داده. واقعا بریم با هم تماشا کنیم. من قربون شما برم، الهی من قربونتون برم شاهزاده، الهی من قربونتون برم شاهزاده. بدونید که من حرفتون رو شنیدم، واقعا خیلی جا خوردم در اون برخورد واقعا زشت و زننده، و فکرم با شماست و فقط بیارین، چون این چیزا متاسفانه هست و یه ده خوب بغض دارن، عقده دارن، کینه دارن، ولی خب شما یه عمری نقش خودتون رو ایفا کردین، الان هم دارین ایفا میکنید، و بدونید که من با شما و دیگر دوستانی که عاشق مملکتشون هستن همراه هستم و پشتیبان یکدیگر است. شاهزاده اجازه بدین که من ارادت خودم نسبت به پادشاه قلبم، شاهنشاه آریامهر، پدر ایران زمین، اقرار کنم که من دست پرورده شاهنشاه آریامهر هستم و قسمی که یاد کردم در زندگیم فراموش نخواهم کرد تا آخرین نفس، و امروز من دستبوس شهبانوی ایرانم هستم که ژاندارک زنان دنیاست، و از همینجا سر تعظیم فرود میارم در مقابل شما و در مقابل تمام زحماتی که برای ایرانیان میکشید تا به امروز. من به شما ایمان دارم، من به شما اعتقاد دارم، و تمام بچه های ایران شما رو فریاد میزنن یک صدا، رضا پهلوی جاوید شاه. من دستبوس خاندان پهلوی هستم، قربونتون برم. ما فقط برای این کار رو این همه سال انجام دادم و داده ایم،
که یه روزی هموطنان ما بتونن در یک فضای کاملا باز و آزاد خواسته خودشون رو برآورده بکنن، در انتخابات شرکت بکنن، رأی آزاد بدن، تصمیم گیر باشن و سهامدار در آینده کشورمون از هر لحاظ به خصوص در فضای سیاسیش. و خب ما باید همچنان راه رو براشون هموار بکنیم و کمکشون باشیم و پشتیبانشون باشیم و بتونیم پاسخگوی این همه بچه‌ای که امروز تو زندان‌های کشور زندانی سیاسی هستن، اسیر هستن، حکم اعدام برشون صادر میشه، بدونن که تنها نیستن و با پشت سرشون محکم ایستاده ایم. صد در صد ایمان دارم شاهزاده و تنها تقاضای من به عنوان یک آواره وطن پرست، به عنوان یک چه زمان؟ بله خیلی زود میگذره. برای خوشحالی برای ایشون جز خبرهای امروز که خوشحال کننده بود، یک کارآفرین 45 ساله میخواد 18 ساله بشه و داره این کارو میکنه. سالی 2 میلیون دلار داره خرج میکنه که همیشه جوان باقی بمونه. جوان بمونه. عمر ببینم از نظر ظاهر یا از نظر سنی؟ سنی هم داره خودشو ظاهره هم داره میاره جوان میکنه. سال 2 میلیون با 30-35 رو دکتر دارن باش کار میکنن که ویتامین های مختلف رو بگیره، از چیز داره استفاده میکنه، PRP استفاده میکنه، از اکسیرای جوانی داره استفاده میکنه، همه دارن بهش میگن و داره این کار رو میکنه. و اصلا آرزوی این شخص مرده یا زنه؟ مرده. اگه زن بود حالا میگفتن 1000 تا حرف برش میزدن، ولی برای جاودانگی و حیات ابدی واقعا انسان از وقتی به دنیا اومده، از وقتی که بشر به دنیا اومده و وجود داشته این آرزو بوده. البته سن افزایش هم پیدا کرده، یه زمانی بوده که اوایل میانگین سن ما آدم ها 18 سال بوده، بعد میاد تا 40 سال، بعد همجوری زیاد شده و الان دوست دارن که به 150 سال برسوننش. امیدواریم که برسه. آره 4 تا هورمون شادی و چگونگی استفاده از اون رو من راجبش صحبت کنم که تو چه چیزایی هست و حالا که این همه حرفای هیجان انگیز سیاسی داریم فقط بدونیم که اگه شما مطلبی داریم من شما بفرمایید. دوپامین رو که در مغز ترشح میشه، ببینین یه چیز شیرین اگه میل کنین دوپامین رو میگیرین، به موسیقی شاد گوش کنین دوپامین رو میگیریم. این هورمونای شادی دست کمش نگیریم، تورم بدن رو کم میکنه، بیماری ها رو کم میکنه، حتی کانسر و سرطان از تورمه. یعنی هر جا که بدن اینفلومیشن پیدا میکنه تورم باعث انواع بیماری ها میشه. بنابراین خواب کافی و کار کوچیکی اگه داریم تمومش کنیم، کارهای کوچیک کوچیکمون رو تموم کنیم. این دوپامین بود. اکسیتوسین یکی، این بهش میگن هورمون وابستگی که حالتو خوب میکنه. در آغوش بگیریم نوه هامونو، بچه هامونو، عزیزانمونو در آغوش بگیریم، نزدیکانمونو، هر کی هستش. آره هر کی هم میخوان بگیرین، اصلا درختو بگیرین مهم نیست. چون میگن درخت هم خیلی حس داره. بوری جان باور کن امان از دست. یه روز راجبش صحبت میکنم که چقدر درخت انرژیش بده، بهتر از بعضی از آدم هاست که دوست نداری بغلشون کنی. اونی که دوست نداری تو رو خدا علکی بغل نکنی، چون برعکس کار میکنه. خیلی هم میدونین که اصلا دوست دارن علکی این اونو بغل کنه، علکی هم لاف میدن زندگی، اصلا کلا علکی تموم میشه زندگیشون. جز آدمای علکی هم علکی. نوازش حیوان، من امروز داشتم با دکتر فوجان زینی برنامه داشتیم، داشتم میگفتم امروز یه ذره شیطونی هم بکنیم، داشتم گفتم خانم دکتر من دلم میخواست که یه آرزو داشتم. گفت چی؟ گفتم آرزوم اینه که مثلا آدمایی که بدی میکنن توشون آدمای بدی هن بدذاتن، کینه دارن، دشمنی میکنن از پشت دارن، اینا هی مثلا دندوناشون دراز میشد یا مثلا شاخ در میآوردن. خب صورتشون دفرمه میشه. اتفاقا همینو گفتم. بله خانم دکتر گفتن آره اثر میذاره وقتی که سنا میره بالا، درون میاد بیرون و یه جورایی تو چشم و تو نگاه های تو صورت و اینا تاثیر داره. نوازش حیوانات، حیوانات رو نوازشش رو کنی، گربه، سگ. آشپزی برای کسی که دوستش داری. خانم من اصلا آشپزی خوب نیست، ولی پوری جون خیلی آشپزیشون خوبه، یعنی میتونن از این خاصیت استفاده کنن. نگه داشتن دست های یک دیگر، دست هم دیگر رو نگه دارین.
اینا خیلی خوبه. اکسیتوسین 4 تا بود، اندروفینش هم هست. اندروفین هم میگه که فعالیت های ورزشی بکنین، پیاده روی و فعالیت ورزشی بکنیم، خنده و شکلات تلخ. شکلات تلخ هم نمیدونم سوزاندن مریم گلی چیه، من اینو نمیدونم که راجبش حرف بزنم. گل مریم شاید مریم گلی نوشته، من راجب این زیاد نمیدونم، ولی این ترشح اندروفین هم باعث میشه که آدم خوشحال بشه و استرسش بیاد پایین. سرتونین آخریشه، پیاده روی دوباره، قرار گرفتن جلوی نور خورشید، ورزش هوازی و عبادت و مدیتیشن، ریلکس کنین. یعنی کارای خوب انجام بدیم دیگه، کارای خوب انجام بدیم تا حال خودمونم خوب بشه. اول خودمون خوب میشیم، آرامش میگیریم. بنابراین یه چیزایی ارزشش رو نداره. من داشتم با پوری جون صحبت میکردم، گفتم بعضیا رو نیازی نیست که آدم باهاشون حتی بلاک کنه، شمارهشون رو دشمنی کنه، نه، همین که خونسا بشن از لیست دوستا و دشمناشون بیایم بیرون، این بهترین نعمتیه که میتونیم داشته باشیم. ممنونم از این فرصت. خواهش میکنم. ممنون از شما، چون دیگه به آخر برمی رسیدیم، باید خدافظی بکنیم. بله. ممنون از اینکه در کنار من همیشه بودین و هستین و خواهیم بود و ممنون از اینکه اینقدر برنامه های خیلی قشنگ رو میاریم به برنامه چهره و در اختیار دوستان عزیزم. ممنونم از شما، از آقای هوشیار نژاد، از مریم عزیزم که این سفره چهره ها رو سالهای سال باز کردن که ما بیایم بشینیم حرف بزنیم، هر چی دلمون میخواد درد دل بکنیم و گفتگو بکنیم. واقعا این که کلمه که هر چی دلمون میخواد بگیم خیلی قشنگه به نظر من. خودمون ترافی اصلا. هر جا که خودت بودی حالت خوب میشه. حالا بعد خوبیشه من خودت باشی. حرفی که میذاری خودت باشی واقعا. آره خودت باشی. نه نقل و قول آدم بخواد بکنه. نه حالت خوب میشه. خودت باشی حالا. ممنونم که اجازه دادید. رادیو قاصدک که حتما برین گوش کنین. انتخاب سخته تو دنیای سوشال میدیای الان. وقتی میری یه موضوع رو میخوای پیدا بکنی، بعد اینقدر بگردی، وقتتو تلف کنی، تازه گم میشی توش. میری چیزای. ولی رادیو قاصدک انتخابای خوب داره، وقتتون تلف نمیشه. شعارش هم هست با من مهربان. باش رادیو قاصدک اپشو بذارین روی تلفنتون، همش گوش کنید. بسیار عالی. خدا نگهدار. در ضمن هفته خوبی داشته باشه. ای گل مهربون، یک دل و یک